سلام میکنم به همه شما دوستای عزیزم و همه شما دانشجویان عزیز کالج حیاتنا که دارید با پشتکار دروس کالج رو پشت سر میذارید. امیدوارم که از کالج برکت گرفته باشین و باعث برکتتون شده باشه. از شما میخوام که دوستان دیگرتون هم دعوت کنید در این برکت، اونها رو سهیم بکنید تا بتونن از این فرصتی که خدا در اختیارمون قرار داده که بتونیم این کالج رو راه‌اندازی بکنیم و شما عزیزان رو بتونیم یک خدمت کوچیک کرده باشیم، دیگر عزیزان هم بتونن استفاده بکنن. شکر میکنم برای وجودتون خدا رو. یک جلسه دیگه با شما هستیم با دروس بررسی عهد جدید. امروز جلسه ششممون خواهد بود. در جلسه گذشته از رساله دوم پتروس با شما صحبت کردم. اگر خاطرتون باشه رساله اول پتروس رو با هم دیگه تموم کردیم، وارد رساله دوم پتروس شدیم. قسمتی از دوم پتروس رو گفتیم که وقت تموم شد، این جلسه میخوایم ادامه بدیم، ولی یه یادآوری داشته باشیم مثل همیشه. اگر خاطرتون باشه راجع به مسئله صحبت کردیم که گفتیم پتروس میاد اطاعت رو و فرمان برداری رو، تسلیم رو توی چهار نقطه توضیح میده که اولی شهروندان بود، دومیش بردگان بودن که گفتیم بردگان که مسیحی میشدن صاحباشون، اربابانشون به طرز خیلی وحشیانه باشون رفتار میکرد و پتروس میخواد بهشون بگه که تسلیم رو یاد بگیرید. زنان مسیحی بودن، راجع به زنان مسیحی و ایمانداری صحبت کردیم که همسران بیمان دارن، و مسئله جوانان بود. اما رسیدیم به مهمترین بخش رساله اول پتروس که گفتیم اون عبارت بسیار مهم و مشکل برانگیزه که توی باب 3 آیه 18 تا 20 بود، اونجایی که پتروس میگه اروایی که حالا بسته شدند از زمان طوفان نوح، مسیح به اونجا رفت و به اونها بشارت داد. گفتیم که یک سری از واعظین و معلمین میان موعظه میکنن و میگن امکان نجات بعد از مرگ هم برای افراد وجود داره بر طبق این آیات، و گفتیم این تعلیم کاملا تعلیم غلط و اشتباهی هسته، چون ما هیچ جای دیگه در کتاب مقدس همچین آیاتی رو نداریم و منحصرا این آیات که اینجا ذکر شده مستقیما تاکید میکنه روی کسانی که در طوفان نوح به هلاکت رسیدن و جونشون رو از دست دادن. و اومدیم این سوال رو پاسخ دادیم که چرا فقط اون افرادی که توی طوفان نوح از بین رفتن فرصت امکان نجات دوباره رو دارن، و این مسئله رو پاسخ دادیم. گفتیم که اونا پیش خودشون فکر میکردن که شاید بتونن خدا رو محکوم بکنن به بی‌عدالتی، چون خدا با اونها این کارو کرد و دیگه قسم خورد با هیچ کس دیگه ای نکنه این کارو، و خدا برای اینکه عدالت و پارساییش رو به نمایش بذاره این کارو انجام داد. و گفتیم یک کار ویژه و بی‌مانند توی کتاب مقدس بوده و هیچ جای دیگه ای ما همچین چیزی نداریم. اما وارد رساله دوم پتروس شدیم. گفتیم تو سال 67 میلادی، 3 سال بعد از اینکه اولین نامش رو پتروس می‌نویسه، نامه دوم رو می‌نویسه، درست زمانیه که بعدش مصلوبش می‌کنن. گفتیم که انجیل یوحنا عیسی مسیح پیشگویی میکنه که در سنین پیری پتروس جونش رو از دست میده، به طرز وحشتناکی کشته میشه، و 40 سال چطور با علم به این که میدونست این اتفاق براش میفته، اما با ایمان، با اعتماد به خدا زندگی ایمانیش رو ادامه میده و مسیح رو خدمت میکنه. راجع به سبک نامه اول و دوم گفتیم انقدر تفاوت سبک وجود داره که یک سری ها میگن حتی این رساله رو شاید پتروس ننوشته باشه و کلیسای اولیه حتی همچین تمایل نداشته که رساله دوم پتروس رو بیاد توی کتاب‌های کانونی کتاب مقدس قرار بده. اما بر طبق یه سری شواهد به شما گفتیم که این رساله نویسنده شخصی نیست جز پتروس، و تفاوت سبک به این خاطر بوده که توی نامه دوم سیلاس دیگه کاتب نبوده و پتروسی که زبان یونانی رو خوب نمیدونسته شروع به نوشتن میکنه، گرچه مفهومو خیلی خوب میرسونه اما خود متن از لحاظ دستور زبانی یکم ناپخته به نظر میاد و ما فکر میکنیم که نویسنده پتروس نیستش. اما مقایسه کلی که داشتیم خیلی مهمه بین رساله اول و دوم. گفتیم موضوع اصلی تو رساله اول مسئله رنج بود که 16 بار ذکر شده، تو رساله دوم شناخت بود که 16 بار دوباره ذکر شده. خطری که تو رساله اول روش تاکید میکنه پتروس یک خطر ساده هستش که بیرونیه و جفا و رنج. خطری که تو رساله دوم میگه موذیانه است، درونیه و در رابطه با بدعت ها هستش، تعلیم های اشتباه. ضعفی که تو رساله اول هست استرس و اضطراب ناشی از اون
رنج‌ها و جفاهاست، ضعفی که توی رساله دوم هست فساد و ارتداد هست. ببینید عزیزان، خطر بیرونی و خطر درونی چقدر تفاوت بین این دو وجود داره. رساله اول خطر بیرونی، رساله دوم خطر درونی، و لحن اولی تسلی دهنده است و لحن دومی هشدار دهنده. به فصل اول رسیدیم. راجع به فصل اول رساله بهتون گفتیم که پتروس دیگه توی این رساله دوم میاد افراد رو به عنوان افراد بالغ خطاب میکنه و تشویقشون میکنه که بیشتر به سمت بلوغ حرکت کنن، بیشتر رشد بکنن و به شناخت خدا برسن. اما وارد درس جدیدمون میخوایم بشیم. توی فصل دوم رساله میخوایم از فصل دوم رساله به شما بگیم. ببینید، فصل دوم این رساله تقریبا میتونیم بگیم واژه به واژش و کلمه به کلمهش شبیه رساله یهودا هستش، هیچ تفاوتی با هم نمی کنه. ما یه همچین موردی رو توی عهد عتیق هم داریم، اشعیا 2 و میکا 4. این دوتا هم عیناً شبیه همه، دوم پتروس و یهودا، کلمه به کلمه تقریبا مثل هم میمونه. وقتی ما با یه همچین اتفاقی روبرو میشیم توی کتاب مقدس، میتونیم 5 تا احتمال بدیم. به عنوان مثال همین دوم پتروس و یهودا، وقتی که یک همچین شباهتی با هم دارن که اینقدر به هم نزدیکن، میتونیم 5 تا احتمال بدیم. احتمال اول اینه که پتروس اومده اون موضوعاتی که ذکر کرده رو از یهودا گرفته، یعنی قرض وام گرفته. مورد دوم اینه که یهودا اونا رو از پتروس وام گرفته. مورد سوم اینه که هر دوتاشون این موضوع رو از یه جایی وام گرفتن. مورد چهارم اینه که پتروس و یهودا سر یه مشکلی با همدیگه دیدار کردن، به بحث نشستن، گفتگو کردن، به یه نتیجه رسیدن، هر دوتاشون توی نامه‌های جداگونه این رو فرستادن. و مورد پنجم اینه که روح القدس دقیقاً به هر دوتاشون یه چیز رو گفته. پس این 5 تا احتمال وجود داره. همه این احتمالا میتونه وجود داشته باشه. من خودم شخصاً با مورد چهارم بیشتر موافقم توی این موضوع، که پتروس اومده با یهودا دیدار کرده، حالا سر یه موضوعی به بحث نشستن، این مشکلی که وجود داشته، بعد تو نامه‌های جداگونه اونو ارسال کردن. من ترجیح میدم مورد پنجم رو که روح القدس به هر دوتاشون یه چیزی رو گفته رو کنار بذارم، چون به نظر من روح القدس نمیاد از انسان‌ها به عنوان ماشین تایپ یا ماشین تحریر استفاده بکنه. پتروس یکی از شاگردای خیلی نزدیک عیسی مسیح بوده، یهودا هم که برادر عیسی مسیح بوده، پس به احتمال قوی این دوتا همدیگر رو میشناختن. سر این موضوعی که پیش اومده با همدیگه دیدار میکنن، به بحث میشینن، به یه نتیجه میرسن و جدا جدا توی نامه های جداگونه این موضوعات رو میفرستن برای کلیساها. ببینید، مطلبی که توی این دوتا رساله هم پتروس و هم یهودا میخوان اونو پوشش بدن، در مورد 4 تا انحراف توی کلیساست. دقت کنید عزیزان، برای کلیساهای امروزی هم بسیار کاربردیه. 4 تا انحراف توی کلیسا. انحراف اول انحراف اعتقاد بوده. ببینید، همونطوری که تو قوم بنی اسرائیل انبیای دروغین وجود داشته، توی کلیسای اولیه هم همینطور بوده، الان هم همینطوره. انبیای دروغین توی کلیسا وجود دارن. پتروس و یهودا دقیقاً نگفتن که پیغام اشتباهی که این انبیا و معلمین کذب آوردن دقیقاً چی بوده، اما ما میتونیم از طرز برخورد پتروس و موضوعاتی که مطرح کرده مشخص بکنیم که قضیه تقریباً چی بوده. احتمال وجود داره که 2 تا اعتقاد اومده دستخوش تغییر قرار گرفته. یکیش این بوده که همعمیقی توی کلیسا اومده، که توی تفسیر در واقع رساله کلوسیان به شما راجع به همعمیقی گفتیم. و مورد دوم اینه که یک دیدگاه خیلی پرشور و خیلی توهم انگیز و خیال انگیز راجع به فیض خدا وارد کلیسا شده بوده. این مسئله همعمیقی، یه سری کلیساها می اومدن تعلیم میدادن اون انبیای کذب معلمین دروغین، میگفتن که عیسی مسیح تنها راه نجات نیست، خدایان دیگه هم وجود دارن، مسیح هم یکی از خدایانه. اونها میگفتن که مسیح تنها راه رسیدن به خدا نیستش،
تنها خداوند نیست، یگانه نیست. چیزی که مورد حمله قرار گرفته بوده کلمه تنها بوده. تنها راه نیستش. این تعلیم غلط توی کلیسای کلوسی هم رواج پیدا کرده بود. اما مورد دومون دیدگاه پرشور و خیال انگیز بوده راجب فیض خدا. یه سری از ایماندارا فکر میکردن حالا که بلیط رفتن به آسمون رو تو جیبشون دارن، نجات رو دارن، دیگه این که چطوری زندگی بکنن مهم نیست و هیچ اهمیتی نداره. دیدگاهشون این شده بود که خدا عاشق آمرزشه، عاشق اینه آمرزیدن هستش، عاشق اینه که ببخشه، ما گناه بکنیم و اون ببخشه و ما اونقدر میتونیم بد زندگی کنیم، گناه بکنیم، اونم تا انتها به آمرزیدنش ادامه میده، تا ته به بخشیدنش ادامه میده، تا نهایت ما به آسمون بریم. میخوام بهتون بگم عزیزان این دیدگاه مطلقاً خیالیه. امروز هم داره به طور طرز گسترده‌ای، به طور خیلی وسیع داره توی کلیساها موعظه میشه. ببینید من تا یه قسمتش موافقم. این شکی درش نیست که فیض خدا عاشق آمرزشه، عاشق بخشیدنه. هر گناهی در ما رو میتونه ببخشه. البته حالا بجز اون مسئله‌ای که عیسی مسیح راجبش صحبت میکنه، کفر به روح القدس. نه اینکه توانش رو نداره، اون یک داستان جداگانه است که حالا توی پرسش و پاسخ راجبش صحبت کردیم به طور مفصل. ببینید من تا یه قسمتیشو موافقم این که فیض خدا میبخشه، این که خدا عاشق آمرزیدنه، اما این رو فراموش کرده بودن و امروز هم فراموش میکنن که وقتی که ما طریق زندگیمون یک طریق زندگی مسیح گونه نباشه و گناه آلود باشه، به مرور زمان توی جلسات انجیل کاربردی به شما گفتیم، به مرور زمان قلب ما سفت میشه، دیگه صدای خدا رو نمیشنویم، دیگه صدای خدا رو، کلام ریما رو که نشنویم، ایمانمون کم میشه، تضعیف میشه، به جایی که به مرحله انکار ایمان میرسیم. و وقتی که به انکار ایمان رسیدیم، توی عبرانیان به شما گفتم، دیگه برگشتن تقریبا محاله، چون قلب ما انقدر سفت شده، سخت شده که دیگه نمیتونیم توبه بکنیم. داستان از این قراره، ولی اینا این رو فراموش کرده بودن. منظور اصلی این تعلیم غلط این بود که میگفتن مسیحی‌ها به گناه کردنشون ادامه بدن و از فیض خدا سوء استفاده بکنن. این دیدگاه در نهایت رسیده بود به یه بی‌بندوباری و بی اخلاقی توی کلیساها. اما انحراف دوم انحراف رفتار بود. ببینید عزیزان، اون چیزی که ما بهش اعتقاد داریم روی رفتار ما به عنوان ایمانداران اثر میذاره. این رو نباید فراموش کنیم. اگه ما بیایم ایمانمون رو با محیط اطرافمون تطبیق بدیم، یا به عبارت دیگه بیایم شبیه دنیا بشیم، مطمئن باشید که بسیار زیاد خطا خواهیم کرد، خیلی زیاد. پتروس میاد از گناه های زبانی صحبت میکنه، از گناهایی که از زبان نشأت میگیره. میگه اونا گستاخن، متکبرن، کفرگوئن، تهمت میزنن، دهن خودشون رو به چیزایی که نباید، به سخنهای بیهوده و باطل، صحبتهای باطل باز میکنن. نه تنها حرفاشون، رفتارشون هم فاسد شده. انحراف سوم انحراف شخصیتشون بود. پتروس میگه شخصیتشون هم تحریف شده. این تعلیم غلط اومده بود روی شخصیت اونها هم اثر گذاشته بود. ببینید یک تعلیم صحیح عزیزان توی کلیسا فقط بار اطلاعاتی و دانش الهیاتی ما رو نباید زیاد بکنه، باید روی شخصیت ما هم اثر بذاره. تعلیم صحیح در کلیسا هم دانش الهیاتی رو زیاد میکنه، هم شخصیت رو به شباهت مسیح در میاره. این یک تعلیم صحیحه که ثمر میده. یعنی ثمرات یک تعلیم صحیح اینه، دانش الهیاتی به علاوه تغییر شخصیت. این تعلیم غلط روی شخصیتشون هم اثر گذاشته بود و پتروس میاد میگه دیگه شخصیت اونها شبیه به شخصیت یک انسان نیست، دیگه از روح القدس هدایت نمیشن، بر اساس غرایز خودشون دارن عمل میکنن، بر اساس اون نفس جسمانی خودشون دارن عمل میکنن. انحراف چهارم که اومده بود توی کلیسا انحراف گفتارشون بود. دقت کنید عزیزان، گفتیم اعتقاد منحرف باعث میشه که رفتار ما منحرف بشه. رفتار منحرف
شخصیت ما رو به انحراف میکشونه و شخصیت منحرف باعث میشه که کلام ما، که گفتار ما منحرف بشه. توی کلیسا غرغر میکردن، همش گلمند بودن، با افترا زدن میومدن ضد رهبری کلیسا شورش میکردن و این باعث شده بود که توی کلیسا ناآرومی، تفرقه، عدم اتحاد، نبود اون کنونیایی که بهتون گفتیم توی کلیسا ایجاد بشه. دقت کنید عزیزان، این خطر درونیه که داره کلیساها رو تهدید میکنه. از همینجا شروع میشه. یواش یواش رفتارها منحرف میشه، شخصیتها منحرف میشه، گفتارها منحرف میشه، شروع میکنن به غرغر کردن، شروع میکنن به همهمه کردن، پشت همدیگه حرف زدن، بر ضد رهبران کلیسا شورش کردن و یواش یواش شیطان میخواد از این طریق به هدفش برسه. این اتفاقیه که عزیزان توی کلیساها میفته که ما باید نسبت بهش هوشیار باشیم. کاری که بنی قوره کردن، اگر خاطرتون باشه توی اعداد، کاری که کردن، شروع کردن بر ضد موسی همهمه کردن، غرغر کردن، شورش کردن و چه اتفاقی براشون افتاد که اتفاقا یهودا به این مسئله پرداخته توی رسالش. به خاطر وجود همچین مشکلاتی از عهد عتیق برای ما نمونه آورده، سه تا نمونه که حالا در رساله بعد به شما خواهم گفت و راجبش صحبت خواهیم کرد. پس عزیزان مراقب باشیم که در کلیسا داره چه اتفاقی میفته، مراقب اون خطر درونی باشیم که میخواد مشارکت‌های ما رو تهدید بکنه، کلیسای ما رو تهدید بکنه. خیلی باید هوشیار باشیم. ببینید، هم پتروس و هم یهودا اومدن راجع به این سلسله انحراف‌ها توی کلیسا نوشتن تا بیان به این وسیله جماعت رو، اون اعضای کلیسا رو تشویق بکنن که بیستن در برابر این خطر، بیستن مقابله بکنن، چون خوب میدونستن که این انحراف‌ها چطور میتونه کلیسا رو به نابودی بکشونه. به شما گفتم جفا نمیتونه کلیسا رو از بین ببره، سختی و رنج هایی که از بیرون وارد میشه نمیتونه کلیسا رو از بین ببره. اگه قرار باشه کلیسا از بین بره، اتفاقاتیه که توی داخل میفته. به این خاطره که پتروس اینقدر نگران وضعیت خود ایماندارای توی کلیساه. راجع به این ارتداد میاد یک سری هشدارهای خیلی با لحن شدیدی میده. میگه برای ایماندارا خیلی بهتره که اصلا ایمان نیارن، نجات رو دریافت نکنن، تا اینکه دریافت بکنن بعد به گناه برگردن. برای توصیف اون کسایی که سقوط میکنن یه سری لحنای بسیار بسیار تندی رو توی این رساله به کار میبره. میگه مثل سگی هستن که به قی خودشون برمیگردن و مثل خوکی که به گل برمیگرده دوباره. چقدر توصیفهای شدیدی رو پتروس به کار میبره برای کسایی که ایماندارها، کسانی که نجات پیدا میکنن بعد دوباره برمیگردن، به ارتداد میفتن و به گناه میفتن. خدا عزیزان به همون اندازه‌ای که دغدغه گناه بی ایمان ها رو داره، به همون اندازه هم نگران گناه خود ایماندار است. در حقیقت میخوام اینو بهتون بگم، اون کسی که ایمان میاره و سقوط میکنه خیلی شدیدتر از اون کسی که هیچ وقت ایمان نیاورده مجازات میشه. این خیلی مسئله مهمیه، چون اون کسی که ایمان آورد و برگشت یک مسئولیت سنگین روش قرار گرفته، دیگه هیچ عذری ازش پذیرفته نیست. اما فصل سوم رساله، این فصل آخر رساله، میاد با یه نگاهی به آینده، یک امیدی به آینده به پایان میرسه. یه سری مدعی شده بودن و حرف میزدن که مسیح دیگه بر نمیگرده و صحبت کردن راجع به بازگشت مسیح یه کار بیهوده است. پتروس میاد اینو بهشون تعلیم میده، میگه زمان پیش خدا یک مفهوم متفاوت داره. اون آیه رو میگه، میگه یک روز مثل هزار سال پیش خدا و هزار سال مثل یک روز. زمان اون معنا و مفهومی که ما در ذهنمون داریم پیش خدا نداره، یک تعریف متفاوت داره که ما نمیتونیم درکش بکنیم. میاد میگه تأخیر توی بازگشت مسیح یک نمونه است از صبر خدا، از بردباری خدا. این تأخیر به خاطر چیه؟ به خاطر نجات افراده، نه هیچ چیز دیگه‌ای.
یک ایماندار سالم عزیزان به آینده امید داره. امید قسمتی از زندگی روحانی یک ایمانداریه که ایمان سالم داره. این رو فراموش نکنیم. امید یک مبحث بسیار و یک موضوع بسیار مهم توی عهد جدید و توی زندگی‌های روحانی ماست. ایمانداری که امید نداره نمیتونه شاد باشه. نمیتونه ثمرات روح القدس اونطور که باید در زندگیش بشکفه. پس بیاید این امید رو در قلبمون زنده کنیم به وسیله کلام خدا. این مسئله بسیار مهمه. و در انتها پتروس میاد نامه خودش رو خیلی خیلی سرد و خیلی بیروح تمام میکنه. در انتها میاد یک هشدار خیلی جدی میده و یک تشویق عالی و خیلی بیروح و سرد رسالش رو به پایان میرسونه. اما میخوایم یک رساله جدید رو با هم دیگه شروع بکنیم. اینجا اول دوم پتروس تموم شد. تا جایی که تونستم سعی کردم خیلی مختصر و مفید راجع به این دوتا رساله بهتون بگم. امیدوارم که مکاشفات جدید رو توی مطالعات آیندهتون بتونید از این دوتا رساله دریافت بکنید. اما رساله جدید رو، یعنی رساله یهودا رو، میخوایم با هم دیگه شروع بکنیم. چیزی که به رساله یهودا میگن، میگن که نادیده گرفته شده ترین کتاب کتاب مقدس. این کتاب رو خیلی نادیده میگیرن. نادیده گرفته شده ترین کتاب کتاب مقدس و عهد جدید رساله یهوداست. و به چند تا دلیل این نامه رو، این رساله رو نادیده میگیرن که میخوام اون دلایل رو بهتون بگم. اولیش اینه که کوچیکه. در کنار فیلیمون و دوم سوم یهودا یکی از کوچیکترین کتاب‌های عهد جدیده. دوم اینکه این رساله یک رساله عجیبه. خواننده‌ها تعجب می‌کنن وقتی که می‌خونن موضوعاتی رو که مثلا فرشته اعظم که میکائیل هستش میاد با شیطان سر جسد موسی با همدیگه بحث و جدل می‌کنن. تعجب می‌کنه. یک سری اشاراتی توش هست به بنی قوره که بهتون گفتم چند لحظه قبل، و فرشته‌هایی که سقوط کردن توی تاریکی مطلق به بند و زنجیر کشیده شدن. وقتی خواننده این چیزها رو میخونه تعجب میکنه. چیزهای عجیب غریبی توش اومده. سوال میکنن از خودشون که مگه بنی قوره چی کار کردن؟ چرا اون فرشته ها باید توی اون تاریکی مطلق به بند کشیده بشن؟ چون عجیب غریبه اکثرا نادیده میگیرنش. مورد سوم اینه که یک مقداری این رساله مورد شک هستش. چرا مورد شکه؟ یک سری ها اومدن به نقل قول هایی که یهودا از کتاب های آپوکریفا کرده اعتراض کردن. این کتاب های آپوکریفا چیه؟ اگر خاطرتون باشه اون اول به شما گفتم. دوره سکوت دوره‌ای بود که بین آخرین کتاب عهد عتیق و انجیل متا، اون 400 سالی که خدا دیگه هیچ نبوتی نداد و با قوم هیچ صحبتی نکرد، اون دوره رو بهش میگن دوره سکوت، از ملاکی تا متا. توی اون دوره یه سری نویسنده ها یه سری کتاب هایی نوشتن که معروف به این کتاب های اپوکریفا. ببینید، اومده یهودا از این کتاب ها و از این کتاب هایی که دوره سکوت نوشته شده نقل قول هایی توی رسالش، توی نامش آورده. یه سری اعتراض کردن به این مسئله. این کتاب ها اتفاقا توی کتاب مقدس کاتولیکا وجود داره، اما توی کتاب مقدس ما پروتستان ها نخیر، وجود نداره. راجع به این کتاب ها اگه بخوام بهتون بگم، هیچ وقت اینا ادعا نکردن که کلام خدا هستن. چرا؟ چون عبارت خداوند میفرماید 3808 بار توی عهد عتیق به کار رفته، اما توی اونا هرگز حتی یک بار خداوند میفرماید. ادعا نکردن این کتابا که کلام خدا هستن. ولی نباید فراموش کنیم اگرچه کلام خدا نیستن، اما این به این معنی نیست که چیز صحیحی توشون وجود نداره و چیز صحیحی نگفتن. به همین خاطر اصلا لزومی نداره ما بیایم به خاطر نقل قولهایی که یهودا اومده از این کتابا کرده اصالت رساله یهودا رو زیر سوال ببریم. هرگز نمیتونیم این کارو بکنیم. این کتاب ها اتفاقا انقدر ارزش داشتن و انقدر اعتبار داشتن که یهودا برادر خداوند
برای اینکه بخواد مطلبش رو برسونه، نکته مورد نظرش رو برسونه، از این کتاب ها نقل قول کرده. مورد بعدی که چهارم است اینه که شدید اللحنه، یکی دیگه از دلایلی که نادیده میگیرنش. برخورد یهودا خیلی منفیه و خالی از هر گونه مدارا. میخواد در واقع به ایماندارا به صورت خیلی شدید هشدار بده. مورد پنجم اینه که تند و تیزه. رساله یهودا و خود یهودا که نویسنده هست مثل یک جراح میمونه که تیغ جراحی رو گرفته دستش و قده سرطانی رو بریده، از بدن مسیح، از کلیسا بیرون کشیده و تو دستش میخواد اونو بیرون بندازه، دور بندازه. به همین خاطر لحنش خیلی تنده، خالی از مدارای، خیلی قدرتمنده. میخواد به شدت تعلیم شریر رو محکوم بکنه. و باید بهتون میگم موقعیت اینطور اقتضا میکرده که یهودا بیاد یک همچین لحن تندی به خودش بگیره. مخصوصا چون که فشارهایی که از طرف معلمای گمراه و دروغین، انبیای دروغین به کلیسا وارد میشد، میتونست قوم خدا رو از داخل نابود بکنه و از بین ببره. به این خاطر یهودا هیچ گونه مراعاتی نمیکنه. بازم میخوام تاکید کنم، بارها گفتم کلیسا با دو تا خطر مواجه است، درونی بیرونی. فشار بیرونی کلیسا رو قوی میکنه، اما فشار درونی مایه نگرانیه. حالا خود خطر فشار درونی و حمله درونی توی کلیسا خودش دو نوع هستش. کلیسا با حمله درونی مواجه است که دو نوع هستش. یکی شریعت گراییه، دو تا خطر. یکی شریعت گراییه و یکیش بی‌بندوباریه. دقت کنید عزیزان، عیسی مسیح همیشه شریعت گرایی فریسی‌ها رو و در مقابل همیشه آزاد اندیشی صدوقیان رو محکوم کرد. همیشه شیطان میخواد تلاش کنه از درون که در کلیسا ما ایماندارا یا فریسی باشیم یا صدوقی باشیم، یا بریم به سمت شریعت گرایی یا بریم به سمت بی‌بندوباری. این دوتا خطریه که از درون کلیسا رو تهدید میکنه و همین الان هم توی کلیسا وجود داره. ما وقتمون تقریبا اینجا به پایان میرسه عزیزان، به موضوعات مهم رسیده بودیم اما وقت به پایان میرسه. مجبورم درس رو اینجا متوقف کنم تا جلسه بعد ادامه بدیم و بیشتر راجع به این رساله با هم دیگه صحبت بکنیم. امیدوارم که از این درس برکت گرفته باشین. شما رو به دستای خدا میسپارم تا جلسه بعد. خدا نگهدار.